سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. سوالات زیادی رو پرسیدید شما عزیزان در مورد CBDC. CBDC چیه؟ ریال دیجیتال چیه؟ رمز ارز ریالی چیه؟ قبل از اینکه به این مسئله بپردازم، شاید به نظر شما برسه که بانک مرکزی ما الان در سطوح بالای علمی داره فعالیت میکنه و با پیشرفته ترین تکنولوژی های موجود در دنیا داره رقابت میکنه و مرتب نوآوری جدید داره. چند سال پیش هم بانک مرکزی یک نوآوری رو داشت که میگفت که میخواست 5 تا صفر رو از ریال حذف کنه یا 4 تا صفر رو حذف کنه. صفر رو حذف کنه که چه بشود؟ ریال دیجیتال به وجود بیاورد که چه بشود؟ ما با بانک مرکزی در ارتباط هستیم و مواجه هستیم که مطلقاً کوچکترین استقلالی از دولت نداره. بانک مرکزی مستقل در دنیا به عنوان یک اصل شناخته شده در نظر گرفته میشه. ما با بانک مرکزی الان مواجه هستیم که کوچکترین نظارتی بر نظام بانکی نداره. هر کی به هر کیه در نظام بانکی. دقت میفرمایید؟ خب این چطور ابزارهای نظارتی مثل بازل 3 نه فقط از سوی بانک مرکزی اعمال نمی شود، بلکه در آینده مشخص هم اعمال نخواهد شد. اینها واقعیت های کشور ماست. در سیاست گذاری ارزی بیش از 180 یا 190 کشور دنیا آگاه هستند از یک مفهوم علمی که پروفسور ماندل به وجود آورد، همون پروفسور ماندلی که برنده جایزه نوبل بود، اخیراً فوت کرد، استاد بزرگ کانادایی، اقتصاددان بزرگ کانادایی. و پروفسور ماندل Impossible Trinity رو مطرح کرد، سگانه ناممکن رو مطرح کرد به عنوان یک قانون. 50 ساله که داریم این سگانه ناممکن رو نقض میکنیم بدون توقف. بانک مرکزی که به سگانه ناممکن عمل نمیکنه، اینجا چرا دنبال ریال دیجیتال رفته؟ بانک مرکزی که نمیتواند تورم رو کنترل کنه در حدی که نرخ تورم از کریدور بلند مدت خودش خارج شده، در حدی که پشت پای پولی از کریدور بلند مدت خودش خارج شده، چگونه بانک مرکزی اینجا ناگهان به فکر تکنولوژی میفته، به فکر مسائل جدیدتر علمی میفته؟ خب پاسخ در کنترل هست. دقت میفرمایید؟ وقتی هم میخوان کنترل رو توجیه کنند، معمولا تمسک میجویند به چی؟ به امنیت ملی، به ارزش های ملی. دقت میفرمایید؟ اما واقعیت این مسئله این هست که از این ابزارهای تکنولوژیک معمولا استفاده میشه در جهت کرونی کپیتالیزم، در جهت سرمایه خواری رفاقتی، در جهت اعمال رانت اطلاعاتی به نفع افراد خاص، همونها که اینجا ادعاهای خاص دارند و خانواده‌هاشون خارج از کشور ادعاهای دیگری دارند. این واقعیت‌های کشور ماست. آقای بانک مرکزی، از شما تقاضا میکنم ریال دیجیتال رو یک مدتی متوقف کن، برو به سمت اینکه تورم رو کنترل کنی، پای پولی رو کنترل کنی، نظارت و نظام بانکی رو افزایش بدهید. خب من میدونم که شما از بانک‌های تجاری تشریف آوردید، اومدید در بانک مرکزی قرار گرفتید. ما وضعیت نابسامان اون بانک‌ها رو اطلاع داریم که در چه سطحی بوده. ما عدم شفافیت رو در اون بانک‌های تجاری اطلاع داریم. ولی توبه دیر نیست، هر زمانی میشه توبه کرد. توبه کنید عزیزان من، توبه کنید، برگردید به صلاح، به راه درست، به صراط مستقیم. نظارت بانکی رو تشدید کنید روی نظام بانکی. از ابزارهای پیچیده‌ای که در زمینه نظارت بانکی در دنیا هست استفاده کنید. از بال 3 مقررات بازل یا بال 3 استفاده کنید، اینها رو اجباری کنید. اجازه بدید که یک سری نسل جوان متخصص روی کار بیایند. اعضای هیئت مدیره بانک ها رو که تعیین می‌کنید بر اساس ضوابط و روابط سیاسی نباشه. بریم به سمت اینکه از کارشناسان استفاده کنیم. مگه قرار نبود از نخبگان استفاده کنیم؟ در نظام بانکی از کدام نخبه استفاده شده؟ لااقل به بنده بفرمایید. بنده 10 سال استاد بانکداری دانشگاه وولنگونگ بودم، بنده وی پی سیتی بانک بودم. خب به من بفرمایید کدوم یک از اعضای هیئت مدیره بانک ها رو که شما انتخاب کردید بر اساس صلاحیت انتخاب کردید؟ کدام ها رو بر اساس روابط تعیین شدن؟ اینها رو اول انجام بدید، بعد میرسیم به ریال دیجیتال که واقعا من نمیدونم در یک کشوری که تورم 50% داره ریال دیجیتال به چه کاری می آید.